فیلم جانی و توپول با نقش آفرینی همایون و شهناز تهرانی تو سال 1356 ساخته شده. فیلم راجع به جانی و جعفر توپوله، دو نفری که خیلی به هم شباهت دارن. یکی قاچاقچی هروئینه و اون یکی هم کارش اداره کافه است. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. جز تو دیگه یاری ندارم، با کار کسی کاری ندارم، یک عمره که از باده چشم مستم، من و هوشیاری ندارم، تو از نیاستم خدا من میپرستم، با عشق تو مستم خدا من میپرستم. گوش کن پسر، من فکر میکنم بهتر از هم جدا بشیم تا آبا از آسیاب بیافته. باشه رئیس، هر طور شما صلاح میدونید. ببینم پولا رو آوردین؟ آره تو ماشینه، یه مراقبم داره، ولی باید سهم ما رو بدین. خیلی خوب، حالا بدون این که توجه کسی رو جلب کنین اول شما ها بریم بعد من بهتون رو آوردین؟ آره تو ماشینه، یه مراقبم داره، ولی باید سهم ما رو بدین. خیلی خوب. فیلم پشت و خنجر به کارگردانی ایرج قادری محصول سال 1356. داستان راجع به غلامه که وقتی متوجه میشه پسرش حشمت با زنی به نام پری معاشرت داره، به سراغ پری میره و از اون میخواد که دست از سر حشمت برداره. اما چندی نمیگذره که خودش شیفته پری میشه. غلام خانوادهش رو رها میکنه و توسط کریم قلدر به دام اعتیاد میفته. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. فیلم اشک رقاصه به کارگردانی اسماعیل پورسعید محصول سال 1356. اکبر در پی کار از عراق به تهران میاد، اتاقی اجاره میکنه و با مشید الله و پسرش حسن هم اتاق میشه. مشید الله وانت بارش رو به اکبر میده تا روی اون کار کنه. خونه متعلق به رقاصه سال خوردهی به نام مرضیه است و مریم خواهر مهدی بنگاهدار همونجا مستأجره. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. اونجا که قباله خونم رو گرو بذارم، پول شرکت رو بدم. خیلی خوب، اگه اینجوره پس را بیفته.
من بیچاره از هیچی خبر نداشتم. فیلم سینمایی رانده شده که تو سال 1354 ساخته شده راجب مریمه که تو کافه برنامه اجرا میکنه. مریم با سهراب خان قاضی دادگستری آشنا میشه و با اون ازدواج میکنه، اما وقتی که سهراب خان متوجه شغل سابق اون میشه همسر باردارش رو طرد میکنه. سالها میگذره، فرزند سهراب بزرگ میشه و بعد از سلسله ماجراهایی سهراب همسر و فرزند گمشدش رو پیدا میکنه. بخشایی از فیلم رانده شده رو با هم تماشا میکنیم. Love it.
سوگولی با بازی ناصر ملک مطیعی و فروزان محصول سال 1349. برادر بزرگتر وقتی متوجه میشه که برادر کوچیکترش تو دام هوس رقاصه گرفتار شده، دختری رو سر راه اون قرار میده. برادر کوچیکتر به زودی شیفته دختر میشه، اما برادر بزرگتر هم عاشق اون دختر شده. دختر بعد از اطلاع از این ماجرا، برای اینکه بین دو برادر جدایی پیش نیاد، هر دو رو ترک میکنه. برادر بزرگتر که خودش رو مسئول خوشبختی برادر کوچیکتر میدونه، اون رو به دنبال دختر میفرسته. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. یه پارچه مخلصم من مخلصم من هر کی جایل مرد مولا جایل طبیب درد مولا. ببخشید اتاق خانم شهلا کجاست؟ از این طرف بفرمایید. متشکرم. عالی بود شهلا، حس کردم. این آوازو برای تو خوندم عزیزم. ممنونم. با اون دروغا میخواستین چی رو ثابت بکنین؟ هستی خودتونو؟ دختر آقای افتخارون مرد، رئیس کنسرسیوم سید مروارید خلیج. چه دروغایی. اما یه چیزش حقیقت داره آقای کبیر، ما همدیگر رو دوست داریم و میخواییم با هم ازدواج کنیم. تو حتی نمیتونی معشوق اون باشی. بیژن این پنبر از گوشت در بیار، من اجازه نمیدم امسال این زن وارد زندگی تو بشن. بیژن تو همینجوری وایستادی و تماشا میکنی که اون هرچی دلش میخواد من بگه؟ مار خوش خط خال، متاسفم که تو هنوز نمیتونی خوب و بد از هم تشخیص بدی و به همین دلیل الان تو این آشغال دنیا هستی. بیژن برای آخرین بار بهت میگم سعی کن بفهمی چی هستی. بس دیگه داداش، از اینجا برو بیرون. چی گفتی؟ برو بیرون، برو بیرون. و یه چیزی هم همیشه یادت باشه، از این به بعد نه به من و نه به نامزدم حق نداری توهین کنی. فکر اینم که تو بزرگتر و اختیاردار من هستی فراموش کن، چون تو هم هیچی نیستی. نمیفهمم، با من اینطور حرف میزنی؟ پول اون شخصیتی که تو ازش دم میزنی مال کس دیگه است، مال پدرم. چی داری میگی بیژن؟